سلام بر همه علاقمندان خوب مهمانی یار. من مجیب رحمان عارض عید همه تون تبریک میگم. با امیدی که روزهای پربرکت و پرمیمنت عید به خوشی سپری کرده باشین. نعمت تو عید تبریک نمیگی؟ یادت نره باید دیگه. عید مبارکی بسیار مهم است. خب دوستای عزیز، قسمی که شما معلومات دارین، ما همیشه کوشیدیم که پشت صحنه و زندگی شخصیت‌های ملی و سیاسی کشور را برتون نشان بدیم و ای بار باز هم چنین است. و اگر شما بفهمین که ای بار ما مهمان کی هستیم، شاید بسیار تعجب کنین. بله، ای بار مهمان دکتر عبدالله عبدالله هستیم، وزیر پیشین خارجه. خب بجاست که باید بسیار زیاد تشکری کنیم از دکتر صاحب، ای که بر ما وقت داد که مهمان شویم. خب قبل از همه براتون سلام میگیم دکتر صاحب و بعدن عید شما مبارک باشه. عید شما مبارک. تشکر دکتر صاحب. روزای عید با دیگر روزا برای شما چی فرقی داره؟ خب عید دو سال دو بار در یک سال تکرار میشه، عید رمضان و عید قربان، و طبعا فرق دارد. مردم زیاد، دوستای زیاد آدم میبینه و همی یک طریق است که مسائلی را که در طول یک سال آدم دیده او را پشت سر بگذاره و یک آغاز نو داشته باشه. ما مردم که هستیم همی ایده از روی کیک کلچه مشمسیم. همی کیک کلچه که میرسه کلگی صدا میکنه میگه این ایده آمد، چون کیک کلچه دیگه روزا نمی باشه. و ما فکر میکنم که پیش شما هر روز کیک کلچه است، شاید قدر برتن فرق نکنه. نه او قدر علاقه منده که کلچه هر روز هم میستیم دیگه. دییدم یک گپی که کلچهش نیست، یکان طفلا لباس نو میپوشن، کلان هم که شوق لباس دارن لباس نو خدا میپوشن. یک آثار خوشی در چهره مردم دیده میشه از هر طبقه، از هر قشر. شما برید لباس ساخته بودین؟ بله بله. چی ساخته بودین؟ چند جوره؟ یکی دو جوره پیرانتوبان کنداری دوزی. خب راستی چی علت است که بعضی وقتا شما در لباسای قنداری دیده میشین در ریحان قنداری؟ واقعا هم بسیار خوب میشماره. یکی خب علاقه خودم است، دیگه یک رشته هم از قندار داریم، پدرم از قندار است و یک چیز زیبا هم است. دمو یک پارچه لباس شما میبینین که کسی که دو کار کرده چقدر زحمت کشیده و در هر دوختش و در هر بخیش به اصطلاح، این یک چیز است دیگه، کار دستوزی است، ارزش خود داره. خب دکتر صاحب، شما در زندگی چند ایده خرد و کلان سپری کردین؟ والا 47 تا ضرب دو کنین چند میشه؟ ما چیم که وقتی که میمان به شما می اونار اجازه میدیم که سوال پرسان کرده بره. خوی میمان یک ذره فرق داشت. یک بار بله، یک بار میمانم که من سلام علیکم جور هستین بخیر هستین چی گپ هاست؟ اوزای سیاسی رو پرسان میکنن. این تقریبا عادت شده برای بسیاری مردم، اما بازی طور سوال های پشت پشت ما مقدر اجازه نمیتم و میمانان باز عذر میکنن. هم نامتون عبدالله است و هم تخلصتان عبدالله است. یک وقتی که من به جبهه بودم و در جمع مجاهدین، در او وقت به این نام دکتر عبدالله که یک نام اولم بود مشهور شدم و بعدم نخواستم که چون امین نام به نام اصلی هم به نام و هم به تخلص تبدیل شد، دیگه چاره جزی نبود که دوبار تکرارش کنم، یعنی تخلص فامیلی ما نیست. و در اون زمان یک مسئله بود که چون فامیل ما در کابل بود نمیخواستم از تخلص استفاده کنیم، یعنی
به نام دکتر عبدالله شاید ده ها نفر می بود، اما از تخلص استفاده نکردم. اما که یک بار نشد، بعد به مینام شهرت پیدا شد، گاهی مردم به نام وایس تخلص استفاده بکردن و گاهی هم به نام اول. باز من دو تا ساختمش که. خب شما رشته اختصاصیتون دکتر چشم بودیم؟ بله، وقتی که من فارغ شدم از فاکولته طب، چند ماهی در شفاخانه نور ترینینگ دیدیم. در دوره استاج قبلا سپری کرده بودیم بعد از فراغت، و بعد هم که به پاکستان رفتم در یک شفاخانه چشم برای مهاجرین افغان کار میکرد. تا حال کدام کور طبابت کردین که بینا شده باشه؟ در وقتی که در پاکستان کار میکردم، یک دکتر امریکایی فعلا فوت کرد، چند سال قبل فوت کرد، دکتر فریسن، او استاد ما بود. در اون وقت ترینینگ تحت ترینینگ قرار داشتیم و تا عملیات کاتاراکت هم اجرا کردیم. امین نعمتم یکمک شبکوری داره، من نمیفهم کدام راه حل برش دارین، کدام تداوی؟ انشاءالله که نداره، جزء مو خوش صحبتی های شماست، ظرافت های شماست، اما شبکوری بعضا علاج رسمی داره با خوردن ویتامینی که باز میگن در آب زرده کنی چیزا پیدا میشه. دکتر طب، شما گاهی فکرم کردین که یک ماینه خانه داشته باشین؟ در اواخر نی، در وقتی که در فاکولته طب بودیم، یا داشتن یک ماینه خانه خوب و پاک و صفا و ترا یک علاقه و یک آرزو می باشه برای محصلین طب. خب چی باعث شد که در زندگیتون یک دم یک تغییر بسیار کلی آمد و شما داخل دنیای سیاست شدین؟ در سال 1364، 64 هجری شمسی، رفتم به جبهه پنجشیر و به عیش یک دکتر رفتم و یک کلینیکی را با خود بردم، یعنی ادویه و لوازم طبی را، و در اونجا به عیش دکتر مصروف کار بودم و مجاهدین و مردمی که بودن در مناطق آزاد اونا را تداوی میکردن. ای باقیش اما ترامت ای را انتخاب نکردیم. میگه شر بخیزه که بخیر تمام شده. دیگه حالا بسیار خوشحال هستیم که اگر شما فقط مصروف دکتری می بودین، فکر نکنم که یک چهره بسیار مطرح ملی و مردمی می بودین. کاش که بالای افغانستان یه حوادث نمی آمد. باز اون مسائل دیگهش مسائل دومی است، اما حال که دیدیم که به افغانستان همچی یک حالت آمد، من خوش هستم از اینکه سهم داشتیم در پلوی مردم افغانستان، در چی در زمان جهاد و چی در زمان مقاومت در برابر تروریسم. خب دکتر صاحب، چون عید است و دعید دیگه ماه مبارک رمضان بخیر گذشت، و اگر امروز شما بشینیم، من فکر میکنم باید امروز هم روزه بگیری. پیشوری تانه است هر چیزو، چای هم فکر میکنم آماده است، چای میخوریم باز دیگه صحبت دوام میدیم. ای خب بغلاوه است که همیجه در خانه یک روز قبل ایره جور کردن. او دیگه هایش هم انواع کلچه و شیر نیست که در بازار ما پیدا میشه. کشمش نخوتا خواست گذشته میشناسه. تشکر دکتر صاحب. نعمت اگر موافق باشه دیگه روز عید ساله. دلتا در روز عید هم نخورین دیگه، رمضان رفت دیگه. در روز عید میگه اگر کس روزه بگیره بسیار گناه داره. همونطور. پس دیگه ما شما یکمک از امی نعمتهای خداوند استفاده میکنیم و بعد از چند تصویر یک وقفه کوتاه میگیریم. بسیار. مهمان یار.